به نام خدا، حمیدرضا عارف هستم، متولد 28 مرداد 1357. آقا چرا اینقدر بچه های مسئولین الان انگلیس و آمریکا، حالا هم درس میخونن یه سری ها که اصلا اقامت میکنن؟ ببینید، من یه چیزی رو اینجا بگم. بالاخره اون کسی که توانایی داشته به یه نقطه‌ای رسیده، حتما یه استعدادی تو وجودش بوده. این استعدادا بالاخره درس وراثتی وجود داره، ژنی وجود داره. بالاخره این خونه میاد میرسه. شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل و نسب دارم. ما افتخار میکنم به اینکه بالاخره این توانایی‌ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده. ما هم لطف خدا لطف کرده در یه بستر مناسب این کار رو انجام دادیم. ببینید، من افتخار کردم و افتخار میکنم در زمانی که سیم کارت تلفن همراه اول که اون زمان فقط از طرف دولت و وزارت پست تلگراف شرکت ارتباط سیار میداد و اگه یادشون باشه دوستان همه صفی بود و قیمت بالا، من افتخار میکنم در یک مزایده رسمی که 32 تا شرکت شرکت کردن، من در سن 24-5 سالگی رفتم یه شرکتی رو از آفریقای جنوبی که هیچ کس همون موقع همه میگفتن که آفریقایی ها، مگه آفریقایی ها از این کارو بلدن؟ همه رفتن دنبال شرکت های اروپایی و چشمابی و اینا. من اون موقع با بضاعت خودم رفتم این شرکت رو باش مذاکره کردم. همینجا مسئله اساسا میگن که آقا یه نفر، یه جوون 24-5 ساله چطوری میتونه همچین کاری بکنه؟ مگه همه جای دنیا آدمای کوچیک، ببخشید، آقای زاکربرگ و آدمای گنده ای که تو سن 19-20 سالگی، تازه اونا خیلی کارهای گنده تر کردن. نه، میگن اونا با پدرشون مسئول نبوده، پدرشون معاون اول رئیس جمهور نبوده. شما همین الان شما برو هر کشور خارجی که خواستی ویزاشو بگیر، این که دیگه به پدر رب نداره. بلیط هواپیمام که هست، اونم که دیگه به پدر رب نداره. ما رفتیم یه شرکت مشاور در هلند پیدا کردیم، به اون مشاور گفتیم آقا ما می‌خوایم همچین کاری بکنیم. اون مشاور ما رو به MTN معرفی کرده. MTN اصلا خواب نمی‌دیده بیاد ایران، اصلا شرکتی نبوده که خودش رو در این فضاها ببینه. بعد از اینکه اومد ایران و ما پاشو به ایران باز کردیم، مثل خیلی قرارداده که خیلی دیگه می‌مونده. من باز هم میگم کاری که من کردم اون زمان، میگم همه حتی مسخره می‌کردن اوایل، شما رفتین آفریقایی رو بردین. خب بعد مزایده سیستم رسمی کشور، قوه قضاییه نظارت داره، بازرسی کل کشور نظارت داره. نکته ای که وجود داره که این دوستان با بی‌معرفتی تمام و با بی‌تقوای تمام نگفتن این بود که زمانی که آقای دکتر معاون اول رئیس جمهور بود، ما در مزایده بازنده شدیم، دوم شدیم. ترکسل برنده شد به همراه ایرانسل. اتفاق خلاف قانونی که افتاد این بود که وقتی که مجلس هفتم اعلام کرد که ترکسل وابسته به صهیونیست‌هاست و نمیتونه در ایران به دلیل مسئله امنیتی کار بکنه، طبق قانون مزایده که دولت اعلام کرده بود و همه شرکت کنندگان من جمله ما با پذیرفتن اون قانون اومده بودیم تو مزایده، این بود که اگر یکی از اعضای یک کنسرسیومی رد صلاحیت بشه یا تایید نشه، کل اون کنسرسیوم باید برکنار بشه. شرکای ترکسل کی بود؟ بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرکت سایران. خب این وقت کی بود؟ حمید عارف بود با دو نفر شخص حقیقی دیگه و یه شرکت MTN. خب زور کی بیشتره؟ زور بنیاد بیشتره، زور وزارت دفاع بیشتره. کاری که کردن در دولت آقای احمدی نژاد که دولت آقای خاتمی عوض شده بود، اومدن گفتن خب شرکت ترکسل که برنده که رفته، باید میره سراغ دومی. دومی کی توشه؟ حمید عارف توشه. حمید عارف نباید برنده بشه. چرا؟ چون وابسته حالا دولت قبل، اصلا چیزی که هیچ ربطی نداشت. و اومدن در یک کار به نظر من خلاف قانون، اومدن قانون مزایده رو عوض کردن. یعنی قانون رسمی مزایده که میگفت اگر یکی از اعضای اون کنسرسیوم برنده دیسکوالیفای، یعنی بهش بگن آقا شما تایید صلاحیت نداری بره، بعد کل اون گروه میرفت. ولی اومدن حالا دولت آقای احمدی نژاد مجلس اصولگراست، اومدن قانون مزایده رو عوض کردن، گفتن نه، اون تیکه ایرانیش میتواند دماند بره با خارجی ها مذاکره بکنه. اومدن رفتن با MTNی که ما آوردیم، زحمتش کشیدیم. ببین، حق و ناس که فقط پول توی جیب من نیست، فقط پارکینگ جلو خونه من که نیست. من رفتم این شرکتی رو هزینه کردم از جیب شخصی، برداشتم آوردم توی مملکت، شرکتی که هیچ کس نمیشناختتش. ببین، یه وقت میگم یه شرکتی سابقه داشته، اصلا کسی نمیدونه MTN، اصلا MTN تا پاشو اولین ویزای MTN رو من براشون درخواست دادم، قبلش ایران نیومده بودن. این شرکت ما آوردیم تو اینجا، یه سال و نیم هزینه کردیم براشون، رفتیم رسیدیم به این نقطه ای. به راحتی هاش تمام تر حق و ناس پامال شد،
بنیاد مستضعفان و سایران خیلی قشنگ با MTN رفتن قرارداد بستن. خب MTN ها میخواستن تو ایران کار بکنن، هیچ درآمدی نداشتین؟ هیچی. یعنی ببین من خیلی ها میگن آقای حمید عارف سامدا میاد، آقای حمید تو وی او ای میاد نشون میده سام ایرانسل مشخصه. و من به شما بگم شرکت ایرانسل اگر این برنامه دیدن روابط عمومیشون، اگر یک سیم کارت ایرانسل به نام حمید رضا عارف، حتی من سیم کارتشون رو تا الان نخریدم به خاطر اینکه احساس میکنم حق من ضایع شده و من شرعا راضی نیستم. من به مدیر عامل بنیاد یه زمانی تماس گرفتم چند وقت پیش، گفتم که من میدونم شما آدم متشرعی هستید، بدونی که درآمدی که از این پروژه داره به شما نصیب میشه شرعا منی که این شرکت رو بودم راضی نیستم. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که سیم کارت 2 میلیون تومانی شد 5000 تومان امروز.